بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مخاطرات زیست محیطی به تهدیدی جدی برای سلامتی مردم و بناهای تاریخی استان فارس تبدیل شده اند. آلودگی هوا، بحران کمبود آب و فرونشست زمین سه بحران زیست محیطی اند که نه تنها حیات ساکنان استان فارس که بقایای آثار تاریخی و باستانی این شهر را هم به خطر انداختند. طی ماه‌های اخیر به تناوب گزارش‌های منتشر شد که نشان می‌داد فرونشست زمین برخی آثار باستانی استان فارس از جمله تخت جمشید و نقش رستم را تهدید می‌کند. منابع محلی در شهرستان بهسود میدان ورده که میگویند که اخیراً یک خودرو و یک موتورسیکلت متعلق به کوچی‌ها در بازار این شهرستان به شکل مرموزی آتش گرفتند، اما کوچی‌ها با کمک طالبان 5 نفر از ساکنان محل را که آتش را مهار کرده اند مقصر دانسته و از آنان حدود 200,000 افغانی خسارت گرفتند. یک منبع محلی گفته است که خودرو و موتورسیکلت کوچی‌ها فرسوده و غیر قابل ترمیم بودند و خود کوچی‌ها آن را به آتش کشیدند. پیش از این نیز در چندی مورد کوچی‌ها با حمایت مستقیم طالبان از شیعیان و هزاره‌های ساکن مناطق مرکزی به صورت اجباری پول و زمین‌های کشاورزی آنان را غصب کردند. مقامات و رسانه‌های محلی روز گذشته گزارش دادند که در درگیری‌ها و حملات چند ساعته در جنوب غربی و شمال غرب پاکستان دست کم 74 نفر از جمله 21 تروریست و 14 نیروی امنیتی کشته شدند. ارتش در بیانیه‌ای اعلام کرد که تروریست‌ها حملات هماهنگ شده ای را علیه ارتش در ایالت‌های مساخل، قلات و لسبله انجام دادند که در آن 21 شبه نظامی و 10 نیروی نظامی کشته شدند. در ادامه این بیانیه آمده است عملیات پاکسازی در حال انجام است و عاملان و دست‌اندرکاران این اقدامات شنیع و بزدلانه که غیر نظامیان بیگناه را هدف قرار می دهند محاکمه خواهند شد. آژانس ملی مدیریت اضطراری نیجریه NEMA اعلام کرد در پی بارش شدید باران که باعث جاری شدن سیل در شمال شرق این کشور شد، دست کم 49 نفر کشته و هزاران نفر دیگر نیز آواره شدند. در همین راستا مانزو ازگیل، سخنگوی آژانس ملی مدیریت اضطراری نیجریه، روز گذشته دوشنبه گفت 3 ایالت در شمال شرق این کشور به شدت تحت تأثیر سیل قرار گرفته و 41344 نفر آواره شدند. در سال 2022 میلادی نیجریه بدترین سیل خود را در بیش از یک دهه گذشته تجربه کرد که منجر به کشته شدن بیش از 600 نفر و آواره شدن حدود 1.5 میلیون نفر و تخریب 440 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی شد. به گفته پلیس محلی، صدها مهاجر روز یکشنبه و بامداد دوشنبه با استفاده از فرصت به وجود آمده از مه غلیظ توانستند شناکنان خود را از مراکش به برونبوم اسپانیا در سئوتا سبته برسانند. سئوتا و ملیلا دو منطقه برونمرزی از خاک اسپانیا در سواحل مدیترانه مراکش هستند که تنها مرزهای زمینی اتحادیه اروپا با آفریقا را دارند. برونبوم‌ها با خاک اصلی کشور خود ارتباط مرزی ندارد. این دو منطقه گهگاه با موجی از تلاش مهاجران برای ورود غیرقانونی به اروپا مواجه هستند. وزارت بهداشت سودان روز گذشته اعلام کرد که در سال جاری دست کم 132 نفر در این کشور جنگ زده در نتیجه سیل و باران شدید جان خود را از دست دادند.
گفتنی است این کشور از ماه گذشته فصل بارانی شدیدی را تجربه کرده است. و باران‌های سیل‌آسا متناوب عمدتاً در شمال و شرق این کشور اتفاق افتاده است. در بیانیه وزارت بهداشت سودان آمده است که 10 ایالت آسیب دیدند، در حالی که تعداد خانواده‌های آسیب دیده به 31,666 خانوار و افراد آسیب دیده به 129,650 نفر افزایش یافته است. سازمان جهانی بهداشت از قابل کنترل بودن ویروس جدید امپاکس که با نام آبله میمون نیز شناخته شده است خبر داد. این سازمان روز گذشته ضمن اعلام این خبر گفت برای مهار گسترش این ویروس به بودجه حدوداً 135 میلیون دلاری احتیاج است. تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت در بیانیه گفت شیوع جدید امپاکس در جمهوری کنگو و کشورهای همسایه آن را میتوان کنترل و متوقف کرد.